بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا، یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در این کلمه که دستور تقوا داده شد، هم برهان او را ذکر فرمود و هم خطر بی‌تقوایی را. برهان مسئله همون توحید خالقیت است. یک، در این آیه که دستور تقوا داده شد، هم برهان خالقیت مطرح است، هم برهان ربوبیت، که این دو حد وسط هست برای اینکه خدا استحقاق دارد که از او تقوا داشته باشد، و هم مخلوقیت انسان و مربوبیت انسان از سوی دیگر، و هم وحدت حقیقت و نوعی انسان که هر گونه تفاخر را از بین میبرد. اینها دلیل مسئله است. اما هشدار و تهدید در پایان مسئله است که اگر بی تقوا بودید خدا رقیب شماست. مثل اینکه در بخش‌های دیگر تبشیر با انذار همراه است، اینجا هم همینطور است. طبیب به یک بیمار میگوید فلان چیز را، فلان دارو را باید مصرف کنید برای اینکه برای تو سودمند است، فلان غذا را باید مصرف بکنید برای اینکه به اون محتاجی. بعد در پایان هم تهدید میکند که اگر اون دارو یا این غذا را مصرف نکردی در معرض هلاکت و ازدیاد مرض قرار میگیری. این جمع بین تبشیر و انذار است. مطلب دوم آن است که جناب امام رازی در تفسیرش این نکته را ذکر کرد که چرا خدا فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، نفرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء کثیرا، فقط همود رجالا کثیرا، در بار نسا ذکر نکرد. اونگاه به فکر بیان نکته افتادن و اون این که چون کثرت با شهرت هماهنگ است به همسو، و در مردها مشهور بودن و ظاهر بودن مطلوب است و در زنها استتار و خفا مطلوب است، از این جهت درباره زنها کثرت را ذکر نفرمود، فقط درباره مردها کثرت را ذکر کرد. این نکته است که ایشون گفتن. اولا این مطلب حق است که درباره زن شهرت روانی است. زن هرچه مستورتر باشد به تقوا نزدیکتر است، اما مستور بودن به معنای منزوی بودن نیست. لکن اصلا این سؤال جا ندارد که چرا درباره رجال فرمود رجال هم کثیرن و درباره نساء نفرمود، بلکه این یک تعبیر لطیف ادبی است که وقتی این گونه از اوصاف یا قیود را ذکر میکنن فقط به اولی میدهن که معطوف علیه است، در دومی که معطوف است ذکر نمیکنن، برای اینکه در همون معطوف علیه قرینه یاد شده. نشانش در همین سوره مبارکه نساء و در سوره احزاب. در سوره نساء آیه 100 این چیز آمده است: فرمود به من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراقما کثیرا و ساعتا، دیگه نفرمود مراقما کثیرا و ساعتا کثیرا. همون معطوف علیه را که به بس کثرت موصوف فرمود درباره معطوف به همون اکتفا کرد. نمونه دیگر در سوره مبارکه احزاب است. در سوره احزاب آیه
35 این چین است که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات که اوصاف فراوانی برای اصناف زن و مرد ذکر میکند که صالحین و صالحات، صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات، متصدقین و متصدقات، صائمین و صائمات تا به اینجا میرسد و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، مردانی که زیاد بیاد حقن، زنانی که زیاد بیاد حقن. منتها این کثیرن را در معطوف علیه ذکر فرمودی، در معطوف ذکر نکرد، نفرمود و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات کثیرن، اینطور نیست. پس این یک تعبیر لطیف ادبی است که بعضی از اوصاف و غیوب در معطوف علیه هست و در معطوف به همون معطوف علیه اکتفا می شود. این یک مطلب. بله خب، بر فرض قبول که این لازم باشد، مطلب دیگری که امام رازی مطرح کردن این است که خدا فرمود و بس من هما رجالن کثیرن و نساء، اونها که جریان عالم زر را پذیرفتن، این آیه را حمل بر حقیقت می کنن، اونها که جریان عالم زر را نپذیرفتن، این آیه را حمل بر مجاز می کنن. تو ظاهر آیه این است که همه این افراد کثیر از رجال و نساء از آدم و حوایند، اونها که آدم زر را قبول دارن چون همه ذرات ریز از صلب آدم علیه السلام بیرون آمد، صادق است که بگوییم از او و همسرش رجال کثیر و نساء کثیر مبسوس و متفرق شدن، ولی کسانی که جریان عالم زر را نمیپذیرند، این آیه را حمل بر مجاز میکنند. میگویند منظور از بس من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی من هما و من اولاد هما و من اعقاب هما و من احفاد هما و من اسبات هما و من نجل هما و من ذریت هما، مثلا رجالا کثیرا از آدم و حوا و فرزندان اینها و نوه‌های اینها و اسبات و نبیره های اینها، خدا رجال کثیر و نساء کثیر را مبسوط کرد، وگرنه از خود آدم و حوا بیش از چند فرزند مبسوط نشد. این فرمایششون هم ناتمام است، برای اینکه اصل عالم ذریه حق است و عالم زر یه چیز باطلی است. ما یه عالمی داشته باشیم به نام عالم زر، این هم برخلاف قرآن است، هم برخلاف عقل. برخلاف عقل است برای اینکه این محبه تناسخ است که یک ذرات ریز مادی را خدا ایجاد کرده باشد اولا، بعد ارواحی به اینها متعلق شده باشد که بشون افراد کوچک و ریز، بعد دوباره این ارواح را از اینها گرفته باشد و این ذرات از بین رفته باشند، بعدن همین ارواح دوباره به ابدان دیگر تعلق بگیرن که قبلا یه ابدان ریزی داشتن به عنوان ذرات، بعدن ابدان معمولی دارن و هر دو هم در نشأه دنیاست. این همون تناسخ است. لذا هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان این عالم ذر را رد کرده است، هم امین الاسلام رضوان الله در مجمع را قبول نکرده است که عالم زر به این معنا باشد، اما مخالف با قرآن است، برای اینکه قرآن ندارد که از صلب آدم ذرات ریزی را خدا اخراج و استخراج کرد، بلکه از صلب بنی آدم ذراری اینها را استخراج کرد، نه ذرات را. سخن از ذریه است نه ذر. اولا سخن از بنی آدم است نه آدم. ثانیا فمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نه از اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریته، اینطور نیست. و عالم ذریه یه عالمی است که کاری به طبیعت نداره، حالا یا قبل از این عالم است یا در همین عالم است منطق به نشعه عقل برمیگردد، یا در همین عالم است به نشعه فطرت برمیگردد، یا در همین عالم است به لحاظ وحی و شریعت برمیگردد، بالاخره وجوه و اقوال.
اما این که در همین دنیا یه ذرات ریزی را ذات اقدس اله از صلب آدم علیه السلام بیرون آورده باشد، در همین دنیا بعد ارواح انسانی به این ذرات ریز تعلق گرفته شده باشد در همین دنیا که اینا شده باشن انسان، بعد بمیرن دوباره همون افراد و همون ارواح به ابدان دیگر تعلق بگیرد به صورت بشر فعلی در بیاید، این همون نحو تناسخ است دیگر. بله، بنابراین اون روایات هم نشون میدهد که مسئله ذرات ریز در عالم طبیعت نبود، اون مسئله خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی آن و مانند آن است که یکی از وجوه محتمله همین آیه سوره اعراف است. بسیار خوب، پس در اون عالم اگر باشد عالم برزخ خواهد بود، منتها برزخ نزولی، وگرنه در همین عالم طبیعت ذرات ریز و کوچولی را خدا خلق کرده باشد و ارواحی را به اینها متعلق کرده باشد که اینها هر کدام بشوند انسان، بعد اینها بمیرند و همون ارواح به ابدان دیگر و مواد دیگر تعلق بگیرد در همین دنیا، این همون تناسخ است دیگر. برخلاف آیه هم هست، حالا انشاءالله به خواست خدا وقتی به سوره اعراف رسیدیم مشخص می شود. لذا هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان ای رو رد کرده، هم امین الاسلام و عنوان تناسخ را هم مرحوم شیخ به کار برده. برخلاف آیه هم که هست، پس مسئله عالم زر را محققین نمی پذیرند، عالم ذریه را می پذیرند، اون حق است، مطابق عقل است، مطابق ظاهر قرآن است، ذات اقدس اله ذریه بنی آدم را، نه ذرات صلب آدم را، ذریه هر کسی را آفرید و از او پیمان گرفت به ربوبیت حق اعتراف شد و به عبودیت خود اقرار کرد، این عالم عالم ذریه است. حالا الان هم هست، نه این که مرده باشند و دوباره زنده شده باشند، الان هم انسان اگر خوب توجه کند اون نشعه پیمان به یادش می آید، چون آیه این است که به یاد اون نشعه باش، به یاد اون صحنه میثاق باش. یعنی الان هم اگر کسی خوب توجه بکند میبیند بله در یک مرحله تعهد سپرد به این که خدا رب اوست و بنده خداست، در همون نشعه پیمان گیری. خب این بس من هما رجالان کثیران و نساء، کاری به عالم زر ندارد و ثانیاً بر فرض باطل که عالم زر به اون معنای باشد که در ذهن جناب امام رازی است، از صلب آدم علیه السلام ذرات ریز بیرون آورده شد، نه از آدم و حوا، در حالی که آیه درباره بس من هما دارد. این دو نکته. نکته اول سوم آن است که خب اگر چنینکه آدم و حوا به عنوان پدر و مادر اصلی و اولی باشند، نوه های فراوان داشته باشند، این تعبیر حقیقی است که همه فرزندان او هستند، اولاد خواه معلفست خواه بلافست، این بس من هما که ظهور در بلافست ندارد که از این دو نفر نسل فراوانی ایجاد شدن، این درست است دیگه. تعبیر ولد هم که نشد تا شما بگویید ولد ظهور در بلافصل است که، تعبیر ابن هم که نشد تا بگویید ابن ظهور در بلافصل است که، همون مردان و زنان زیادی از اینها به دنیا آمدن، این درست است دیگه. بنابراین قیاس سؤال ثانیشون مطرح نیست تا اینکه به تکلف جواب بیفتن. وقتی به کمال رسید و مجرد شد، صادق است که این روح قبل از بدن هست، همیشه هست. وقتی از زمان بالا آمد دیگر در گروه زمان نیست، اون وقت این موجود همیشه قبل از بدن بود و هست، دیگر قبلیتش هم قبلیت زمانی نیست که حالا تاریخ بردار باشه. اون وقت اون زمانی که یاد شده است اون زمان باید توجیه بشود، وگرنه یه موجود متجرد همونطوری که مکان ندارد زمانم ندارد تاریخم ندارد.
قوانین علمی که مجردن تاریخ بردار نیست. مثلا ملکه عدالت در دنیا موجود است، تقوا موجود است، امانت موجود است، صدق موجود است. اینا سال و ماه بر نمی دارن که مثلا ما بگویم صدق مثلا چند سال از او گذشته است یا تقوا چند سال بر او گذشته است. اینا یه معانی مجرد است. روح هم که اینها را درک می کند یه معنایی است مجرد از زمان. وقتی زمان در او نبود تاریخ بردار هم نیست، بهرن سبق و لغوش هم زمانی نیست. الان هم هست، حالا یا نشه عقل است یا نشه فطرت است یا به لحاظ نبوت است، دیگه زمان بردار نیست. الان ما در اینجا نشستیم حرف میزنیم، بدن ما اینجاست، حرف زدن و شنیدن ما تو این مسجد است، اما این مطالب که دیگه تو این مسجد نیست، مطالب که تو قم نیست، مطالب که تو ایران نیست، مطالب که در سال 1371 نیست، این مطالب عقلی که طرح می شود، اینا نه زمان دارن نه مکان. ما همه ما این حرفا رو میگیم و میشنویم. گفتن و شنیدن یه امر مادی زمان دارد، اما اون مطالب معقوله که زمانی نیست. روح ما که تو این مسجد نیست، این روح ما که جان ندارد این بدن ما رو تدبیر میکند، میگوید برای تکامل از این منزل به اون مسجد برو، این بحث رو بکن، اون درس رو بگو، با امثال زاره. یک موجودی این بدن رو جابجا میکند، نه اون موجود همراه این بدن بیاد تو مسجد یا همراه این بدن در این زمان قرار بگیرد. مطالب این چنین است. سخن بعدی آن است که این که فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، برای آن است که بشر بالاخره یا یه پایگاه فکری و اعتقادی دارد، از اون جهت انما المؤمنون اخوه است، یا پایگاه فکری و اعتقادی ندارد که بعضی مسلمانند بعضی غیر مسلمان، اما یه پایگاه تکوینی و وحدت نوعی دارند و اون مسئله وحدت نوعی انسانیت است که همه از یک حقیقت هم. و برای اینکه این مسئله تکوینی جنبه اخلاقی و اجتماعی هم پیدا بکند، همون مسئله تکوینی را در لباس مسائل اخلاقی و اجتماعی پیاده کردند. یعنی ذات اقدس اله می توانست به جای یک مذکر چندین مذکر بیافریند، چندین مرد بیافریند، و به جای یک زن به نام حوا علیها السلام می توانست چندین زن بیافریند، و نسل های بعدی از این چندین مرد و چندین زن باشند. یعنی بس من هم رجالا کثیرا و نساء باشد. این ممکن بود، ممکن بود به جای یک مرد چندین مرد بیافریند، ممکن بود به جای یک زن چندین زن بیافریند. به جای اینکه منشأ پیدایش همه افراد دو نفر باشند، منشأ پیدایش افراد مردها و زنهای فراوانی باشند. این ممکن بود، اما مسئله اجتماعی و اخلاقی تأمین نمی‌شد که انسان احساس بکند که برادر هم نوع خود هست. وقتی مسئله اخلاقی و احساس برادری مطرح است که همه اینها فرزندان یک پدر و مادر باشند. لذا دین در این حال که به جامعه اسلامی دستور رأفت و مرحمت میدهد، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، صادر میکند، نسبت به جوامع انسانی هم فرمود قولوا للناس حسنا. این قولوا للناس حسنا نه یعنی قولوا للمؤمنین و المسلمین حسنا، قولوا للناس حسنا. ادب را، احترام را، برخورد خوب را نسبت با هر انسانی اعمال بکنید، ولو مسلمان نباشه. اون معنای لطیف اخلاقی و اجتماعی وقتی حاصل می شود که جوامع بشری از یک پدر و مادر تکثیر بشوند، نه از آباء فراوان و امهات فراوان. پس اگر ذات اقدس اله به جای مردهای زیاد یک مرد آفرید و به جای زنهای زیاد یک زن آفرید و به جای اینکه نسلهای بعدی را از مردهای زیاد و زنهای زیاد متشکل کند، همه را از یک پدر و مادر متشکل کرد، برای آن است که اون خوی رأفت و رحمت در جوامع انسانی احیا بشود. برابر همون است می فرماید شما پدر و مادرتون را گرامی بدارید ولو غیر مسلمان باشند.
این مسئله در صدر اسلام محل ابتلا بود. بعضی ها در اثر رسوب سنن جاهلی از پذیرش اسلام استنکاف می کردن، ولی جوانهای اینها که اون رسوبات جاهلی را نداشتن مسلمان می شدن. پدر و مادر یا یکی از این دو که کافر بودن اصرار می کردن که شما مسلمان نشوید یا اگر اسلام آوردید دست از دین بردارید. قرآن دستور داد که و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. این در دو بخش قرآن است با یه تفاوت کوتاهی. یعنی اگر پدر و مادر مشرک بودن شما را به شرک دعوت کردن، شما حرف اینها را گوش ندید. که این که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق. این اصل کلیس از پیغمبر رسیده است و قابل تخصیص هم نیست. فرمود هیچ کسی نمیتواند بگوید من مأمورم و معذور و معصیت خدا را برای اطاعت امر خلق خدا مرتکب بشود. این ممکن نیست. این جزء اصولی است که از رزت رسیده است و جزء محکمات فقهی هم هست. لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق. بنابراین به استناد اون آیه و این روایت، اطاعت فرزند از پدر و مادر در مسائل شرعی محدود است به این که به معصیت کشونده نشود. اما همون پدر و مادر غیر مسلمان که از اسلام فرزندانشون استنکاف داشتن، قرآن می‌فرماید به این که به صاحب هما فی دنیا معروفا، به فرزندها دستور می‌دهد، به فرزند می‌گوید پدر و مادر گرچه مشرک باشند در مسائل دنیایی با اینها به معاشرت معروف رفتار کنید، خوش رفتار باشید، مشکلاتشون رو حل کنید، اینا رو نرنجانید، نیاز مادی دارن برطرف کنید، کاری دارن برای اینا انجام بدید. و صاحب هما به دنیا معروفا، ولو پدر بت‌پرست و مشرک، مادرم بت‌پرست و مشرک باشد. این وظیفه بین المللی اسلام است برخلاف ارث. ارث یه وظیفه و حکمی است در داخل حوزه اسلامی که طبقات ارث در محور اسلام است. چون مسلمان است که از مسلمان ارث میبرد، کافر از مسلمان ارث نمیبرد. این در داخل حوزه اسلامی است. اما مسئله وجوب رعایت حق پدر و مادر، این دیگه در داخل حوزه اسلامی نیست که اگر پدر و مادر مسلمان نبودن رعایت حق اونها واجب نباشه. ما ارث نمیبرن، ارث بر نیستن، ولی رعایت ادب و حقوق اونها واجب است. بنابراین بر اساس همین که چون همه اینها از یک واقعیت و از یک پدر و مادرن، لذا گاهی میفهمد قول و لناس حسنا، گاهیم از این محدودتر درباره خصوص پدر و مادر میفرماید به این که به صاحب هما فی دنیا معروف. مطلب دیگر آن است که درباره رعایت رحم که پدر و مادر از بارسترین مصادیق ارحام به شمار میآیند، تعبیر قرآن روی دو جهت اهمیت دارد. قرآن کریم که به بعضی از مسائل اهمیت میدهد، یا یک جهت است یا بیش از یک جهت. مثلا درباره پدر و مادر و همچنین ارحام و اقربا و یتاما و امثال ذلک، برای اینکه پدر و مادر در کنار یتاما و اقربا و مساکین و امثال ذلک یاد شدن، با یک نکته تقرینی اینها را دستور داد. فرمود ان اعبدوا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتام و المساکین. اینجا فقط با یک نکته مسئله پدر و مادر و اقربا اونها را گرامی داشت، و اون نکته همون وحدت سیاق، وحدت جوار است که احسان به پدر و مادر و همچین اقربا و یتاما را در کنار عبادت حق ذکر کرد. گاهی از این دقیق تر است که تنها وحدت سیاق یا نظم یا هیئت جمله نیست، بلکه در ماده جمله هم اینا شریکن، نه در سیاق و نظم ادبی جمله. و این است که فرمود انشکر لی ولوالدی، که نه تنها والدین در کنار نوارک الله یاد شدن، بلکه اون مادهی که به نام شکر است در باره والدینم بکار رفت. انشکر لی
ول والدی که هم مادتن و هم صورتن مقام پدر و مادر گرامی داشته شد. جریان رعایت حق ارحام هم از این قسم دوم است نه از قسم اول، زیرا در جریان ارحام گذشته از این که اینها را در یک سیاق ذکر در یک نظم ذکر با وحدت هیئت تکریم کرد، با وحدت ماده هم گرامی داشت. هم فرمود و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که ارحام را در کنار جمله‌ای که نابارک الله هست یاد فرمود، و همین که ماده ماده واحد است و اون تقواست. نفرمود ان اعبدوا الله و اتقوا الارحام یا صلوا الارحام، فرمود و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی اتقوا الله و اتقوا الارحام. این هم نکته است که مربوط به مسئله رحم است. پوشش تهدید لطیف است روی همه این مسائل، چون فرمود این که رقیب است مراقب است که میخواهد اون خلع شما و کمبود شما را ترمیم بکند، که اگر یه وقتی تمرد کردی تنبیهتون بکند. حالا مطالبی که سیدنا استاد رضوان الله علیه در طی چند فصل زیل این آیه ذکر کردن از اینجا شروع می شود. اون فصل اول این است که عمر نه، این کثرت نسبی نیست، کثرت نفسی است، یعنی مردم زیاد زنای زیاد، نه اینکه مردها بیشتر از زنها هستن. فصل اول از فصولی که ایشون در زیل این کریمه عنوان فرمودن این است که از بعضی از کتب موجود صاحبان دین مثل تورات استفاده می شود که عمر دنیا 7000 سال است. حالا بر حدود 40 سال قبل که ایشون مشغول تنظیم این بخش از کتاب شریف المیزان بودن، عمر دنیا تقریبا 70 قرن است. این موجود در بعضی از کتاب‌های دینی و احیانا تاریخی. از طرفی علمای زیست شناس، زمین شناس، فسیل شناس و آثار باستان شناس و مانند آن شواهد علمی اقامه کنند که ما آثار یافتیم مربوط به 2 میلیون سال، 3 میلیون سال، کمتر و بیشتر. جمع اینها چگونه است؟ ایشون فرمان اما اون مسئله اول این برهانی بر مسئله نیست، ولی شاید مسئله را با مزنت انسان تطمیم بکند. با این است که اگر ما حساب بکنیم 70 قرن قبل یک زن و مرد روی زمین زندگی کردن، عمر متوسط، سلامت متوسط، تولید متوسط، با در نظر گرفتن حوادث مهلکه به طور عادی نظیر سیل، زلزله و یا مرگ‌های عادی یا جنگ‌ها، اینا رو در نظر بگیریم، تلفات رو در نظر بگیریم، میلاد هم در نظر بگیریم، می‌بینیم در هر 100 سال یکی میشه 500 نفر. و به تدریج با توان چند وقتی ما این 70 قرن را حساب بکنیم، میبینیم جمعیت بشر به همین مقدار میرسد که رسیده است. البته ایشون چندی سال قبل که این رو مرقوم میفرمودن اون آمار جهانی 2.5 میلیارد بود، الان تقریبا 2 برابر شد. حالا این مربوط است به این که چه حادثی پیش بیاید، سیلی، طوفانی، وبایی، اون مرگهای دست جمعی کم باشد یا زیاد باشد، یا جنگهای بین‌المللی زیاد باشد یا کم باشد. البته این در حد تخمین است، برهانی بر مسئله نیست. ایشون هم در صدد اقامه برهان نیستن. فرمان اگر یه همچین نقلها درست باشد، برابر جمعیتهایی که فعلا در روی زمین زندگی میکنن قابل تطبیق است. این خیلی مهم نیست، اما اون شواهد علمی که فسیل هایی کشف شده که دلالت میکند بر اینکه انسان های در حدود 10000 سال قبل، 200000 سال قبل یا 1 میلیون سال قبل، 2 میلیون سال کمتر و بیشتر بودن، این قابل رد نیست. نه دلیلی داریم بر رد این کشفیات علمی و نه این کشفیات علمی بر فرض صحتش مخالف با این گفته های دینی است. برای اینکه این فسیل ها میگوید 2 میلیون سال قبل روی زمین انسان های بودن، خب بله بودن. بعضی از روایات ما هم میگوید که قبل از این آدم آدمی بود تا 1000 آدم، یعنی 1000 نسل. اون چه که بعضی از تعبیرات دینی تهدید کرده این است که این نسل فعلی بشر که به آدم ها با علیه السلام میرسن اینا تا 70 قرن،
اما قبل از اینها چندین نسل آمدند و منقرض شدند که این روایات متعرض نیست، نفی هم نمی کند، بلکه روایات دیگر تأیید می کند که در بحث روایی به خواست خدا خواهد آمد. اگر در بحث روایی این مسئله تأیید می شود که انسان‌های قبل از آدم ابوالبشر زندگی می کردند، قبل از اونها کسانی و قبل از اونها کسانی، بنابراین هرچه کشفیات علمی ثابت بکند که مثلا انسان‌های در 2 میلیون سال و کمتر و بیشتر بودند، نه دلیلی بر بطلان اون کشفیات است، نه اون کشفیات بر فرض صحتشون مخالف با هیچ ظاهری از ظواهر دینی هم. مطلب دیگر هم است که ایشون می فرماین قرآن در این زمینه بیان صریحی ندارد که آیا قبل از آدم ابوالبشر انسان‌های بودن یا نبودن، ولی از روایات که به خوبی بر می آید، چون به صورت صریح دارد که قبل از آدم آدمی بود و قبل از این عالم عالمی بود و ماننده، ولی از بعضی از آیات استفاده می شود، یعنی استشعارش ممکن است که قبل از آدم انسان‌هایی هم بودن. بلی است که وقتی ذات اقدس اله به فرشتگان فرمود اینی جاعلن فی الارض خلیفتن، فرشته ها گفتن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفک الدماء، فرشته ها گفتن می خواهید در زمین کسی را بیافرینی که اهل افساد است و سفک دماء. حالا فرشته از کجا فهمیدن که انسانی که روی زمین خلق می شود اهل افساد و سفک دماست؟ خود سید الاستاد استظهار میکنن که از این کلمه فعل عرض فهمیدن. موجود مادی بالاخره فتنه انگیز است، مثل مجرد محض نظیر فرشته هانیسی لای اسون الله با هم به امره یعملون. از این که خدا فرمود اینی جائلون فعل عرض، اصلا موجود زمینی خاصیتش این است. حالا عده‌ای خواستن بگوین نه، منظور اون نسل‌هایی بودن که قبل از آدم اول بشر در دنیا زندگی می‌کردن و روش اونها با افساد و سفک دما همراه بود، لذا فرشته‌ها با مشاهده اعمال اونها به ذات اقدس اله عرض کردن باز می‌خواهی در روی زمین کسی رو بیافرینی که اهل افساد و سفک است؟ لذا ایشون در حد استشعار دارن نه استظهار. فرمان از این آیه اینی جائلون فلعرض خلیفه استشعار می شود که قبل از آدم سلام الله علیه انسان‌هایی هم بودن، اما هر کسی بود بالاخره نسلش منقرض شد و اونچه که فعلا روی زمین زندگی میکنن همشون برادر و خواهرند و فرزندان یک پدر و مادرند، به این آدم و حوا منتهی شوند نه به غیر اینها. حالا در اون مطلب دیگر، فصل دیگر از بحث که کیفیت ازدواج این برادر و خواهرها باشد، یکی از محتملات هم همین است که فرزندان آدم با بقایای از نسل قبل ازدواج کرده باشند، یکی از محتملات این است. والحمدلله رب العالمین.